قضیه مورد فصول شرعی قرار می گیرد که کار متهمین آن برای بسیاری ها باور کردنی نیست. و سپس جسد وی را در داخل یک تنوری مخروبه انداخته و پنهان. بس بی بی و ناتیه 21 ساله دو عروس یک خانواده در ولسوالی رستاق تخار اعتراف میکنند که به اثر فشارهای روحی سرمینیس های 51 ساله خشویشان را کشتند و جسد وی را با تیشه قطع قطع نمودند. و قتل رسانده و پارچه پارچهش کردید؟ بله، من خفکش کردم این بچه زد در قتل. و بس بیبی با چی زد؟ با چوب. با چوب زد؟ با چوب با کجا ایش زد؟ بسرش زد. باز دفتن فوت کرد یا جانکنی کرد یک چیز؟ نه، چوب قتل زد دفتن هم دفتن. خب بازیره چه قسم انتقال داده؟ چند نفری باز؟ نمی اردیم هم دیگه ایش کسی نبود. مادرم هم ما جسد چی رقم توتا کردیم بند مادرم آمد. فرزند ارشد مقتول هم میگوید توتاهای بدن مادرش را پس از 15 روز جمع‌آوری و دفن کرده است. اما با زندانی شدن همسرش ناجیه نگران آینده کودکانش است. ما هم از این خیلی منتظر شدیم و سر متاثر هم هستم و دیگه یعنی بسر بچه های من بسر پرست شد. خودم هم منتظر شدم و دیگه فامیل های من هم منتظر شد. هرچند در این جلسه قضایی حرفهای زیاد میان بستگان و مقتول و متهمان رد و بدل می شود، اما سرانجام رئیس جلسه فیصله اش را اعلام می کند. در مورد تو ناجیه بنت صوفی گل احمد و تو بس بی بی بنت بسم الله تخفیفا تعدیل نموده و در خصوص قضیه قتل مسمات سرفراز بنت امیر محمد هر یکتان را به مدت 30 سال حبس تنفیذی استینافن محکوم به مجازات نمودیم و فیصله متذکره فوق را که بر مبنای آن تو گدای بی بی بنت نیاز محمد به عنوان معاون در قضیه قتل مسمات سرفناز به مدت 18 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیده اید استینافن به آن حکم نمودیم. اگر احکام دین فیصله محکمه هم با واکنش دو طرف روبرو می شود. بستگان و مقتول برای قاتلین اعدام می خواستند و قاتلین هم حبس تبدیل را نمی پذیرند. کلاش هستیم باید سیاه خود مورده ایستم. قپالا کسی داری کارتن خود مورده ایستم. بسم الله هم که صبری هستیم کار رایی دو خود مورده ایستم. ما 65 هستیم که ما امروز تر هستم سخش می ایستم سیم. این هستیم بای هستیم که ما جلو شبینا بای هستیم که ما ایدام شبا. با حکم 30 سال و 18 سال شما قناعت دارید؟ نه. گفته می شود ناجیه و بس بی بی از نزدیکان سروینس های مقتول هستند که این دو تن را خودش برای فرزندانش عروس انتخاب کرده بود. اما اینکه چرا این خوشو از سوی عروسانش به شکل بی‌رحمانه به قتل رسیده است، انگیزه این قتل برای بسیاری ها پرسش برانگیز است.